حوالی یکی از روزای آزر ماه سال 1396 جنازه ای اطراف ورداورد کرج پیدا میشه اهالی اون منطقه سریعا موضوع رو با پلیس در میون میذارن بررسی های تخصصی نشون میده که به این زن تجاوز شده بوده و کبودی های زیادی توی قسمت سینش وجود داشته پلیس تحقیقات خودش رو آغاز میکنه و توی بررسی ها با موضوعات خیلی عجیبی روبرو میشه تحقیقات نشون میده که این زن قربانی یه رابطه یه سه نفره شده بوده و بر اثر فشارهایی که روش بوده دچار ایست قلبی شده متهم ردیف اول این پرونده توی اظهارات خودش میگه نمیتونستم به تنهایی از رابطه ی با شوهرم لذت ببرم تنها کسی که به ذهنم رسید این فرد بود برای همین هم به خونه کشوندمش و با هزار ترفند وارد یه رابطه یه سه نفره شدیم سلام دوستان به کانال مهدی تیوب خوش اومدید شما شنونده یک پرونده عجیب از تهران که درش یک قتل اتفاق افتاده بوده هستید خوشحال میشم اگه به این سبک محتوا علاقه دارید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله ی کنارش رو برای اطلاع از زمان انتشار محتوا فعال کنید ساعت هشت شب سوم آذر ماه سال 1396 زن و مردی حراسون به اداره پلیس آگاهی تهران مراجعه میکنن و توی گزارشی اعلام میکنن که دخترشون گم شده و خبری ازش ندارن رضا پدر آیلین میگه دخترم 27 سال سن داره و مجرد بوده و توی یکی از داروخونه های سمت شمران نو تهران مشغول به کار بوده رضا میگه الان سه روزه که خبری ازش نداریم و نمیدونیم هم که کجاست هرچقدر هم باهاش تماس میگیریم کسی نیست که جواب بده تلفنش امروز صبح خاموش شد روزی که گم شد و به خونه نیومد زنم باهاش حرف زده بود اونم گفته بود که سر کاره و احتمالا تا دیر وقت اونجا بمونه از طرفی میگفت که گویا دختر بزرگم سارا مهمونش کرده و اگه کارش تموم شه به خونه اونا میره منم بابت همین نگرانش نبودم و اون شب هم باهاش دیگه تماس نگرفتم دوم آذر حدودای ظهر بود که همسرم دوباره با آیلین تماس گرفته بود اما اون جواب نداد همسرم یکم نگران شد برای همین هم با دختر بزرگم تماس گرفت ببینه اون تلفن رو جواب میده یا نه سارا گوشی رو جواب داد اما توی حرف های عجیب گفت که آیلین رو ندیده و اون دیشب به خونه اونها نیومده آخه مگه میشد دخترم گفته بود که به خونه اونها میره اما سارا میگفت که به اونجا نرفته زنم موضوع رو با من در گذاشت خودم هم با سارا حرف زدم سرم عصبی شد که چرا اینقدر آیلین رو از من پیگیری میکنید و مجددا به هم گفت که ازش هیچ خبری نداره من تنها جایی که به نظرم میرسید میتونم ازش خبری بگیرم محل کارش بود اما اونجا هم نبود مدیر دارخونهی که اونجا کار میکرد به هم گفت که آیلین اون روز رو به سر کار نیومده و دیشبش هم زودتر از موعد از کار خارج شده رضا میگه بعد از اینکه من به اون شخص گفتم دخترم گم شده بهم به گفت که گویا اون شب با یه ماشین هیوندای از جلوی داروخونه رفته و احتمالا صاحب اون ماشین از آیلین خبر داره من دیگه کاملا نگران دخترم شدم برای همین هم حالا اینجام تا گزارش این قضیه رو بدم رضا میگه دخترم اینجوری نبوده که بخواد خارج از خونه بمونه یا بهمون به خبر نده و جایی بره از طرفی ما توی فک و فامیل کسی که ماشین هیوندای داشته باشه نداریم برای همین احتمال میدم که بلایی سر دخترم اومده باشه این شخص از مامورا درخواست میکنه که هر چه زودتر خبری از دخترش بهش بدن پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه و با مادر آیلین هم حرف میزنه اون هم همین حرف رو به مامورا میگه مامورا کمی به خود رضا مشکوک میشن رفتارش به گونه ای بوده که انگار سعی میکرده تا موضوعی رو قایم کنه و ذهن مامورا رو منحرف کنه تحقیقاتی هم در این باره شکل میگیره پلیس از اهالی محل زندگی این خانواده تحقیقاتی داشتن همسایه ها اما توی اظهاراتشون حرفای عجیبی نمیزنن و میگن که خانواده رضا خانواده خوب و صمیمی بودن و هیچ مشکلی هم با هم نداشت. حداقلش که ما تا الان چیزی ازشون ندیده بودیم. پلیس از خود رضا هم پیگیر شده بوده ببینه اون روزی که این اتفاق افتاده کجا بوده رضا هم در جواب میگه که خونه بوده و همسرش هم شاهد این قضیه بوده گفته های این مرد توی بررسی ها تایید میشه اما چیزی که در حال حاضر برای پلیس مبهم مونده بوده این بوده که اون ماشینی که این دختر رو سوار کرده برای چه کسی بوده و این دختر واقعا به خونه خواهرش رفته بوده یا نه مامورا تحقیقات خودشون رو در این باره به صورت گسترده آغاز میکنن تلفن تماس این شخص به صورت مکرر تحت رصد بوده اما متاسفانه هیچ اطلاعاتی ازش به دست نمیاد چرا که خاموش بوده پلیس به محل کار آیلین میره تا اونجا هم راجع به این دختر با همکاراش حرف بزنه مدیر دارخونه و همکارای این دختر میگن از آیلین خبر ندارن فقط میدونن که برای آخرین بار زود از کار خارج شده و دیگه به اونجا برنگشته. پلیس هاردی که تصاویر دو هفته اخیر رو ثبت کرده بوده رو از اونجا تحویل میگیره و بررسی ها از این تصاویر آغاز میشه. همزمان با این موضوع اما گزارشی از ورداورد کرج پلیس رو با ابعاد تازه ای از پرونده روبرو میکنه. اهالی یکی از محله های ورداورد کرج توی گزارش خودشون به معمورا میگن که شاهد وجود جنازه ای توی یکی از زمین های خالی اون اطراف شدن شخصی که با پلیس تماس گرفته بوده میگه به همراه دوستش با موتور در حال عبور از اون نقطه بوده که متوجه میشه چند تا سگ بالا سر چیزی مدام در حال کشیدن اون شی به این طرف و اون طرف هستن این فرد تو خودش میگه و همراه دوستم به اونجا رفتیم که ببینیم موضوع چیه رفت آمده به اون قسمت خیلی به ندرت اتفاق میفته و اونجا بیراهه بوده بعید میدونستم که چیزی باشه اما وقتی به اونجا رسیدیم با صحنه خیلی دردناکی روبرو شدیم دوستم خیلی ترسیده بود اصلا نزدیک نشد اما من چرا سگا رو از اونجا دور کردم و خودم نزدیک شدم متاسفانه جنازه یه دختری بود که لباساش تیکه پاره شده بود و بدنش هم تا حدودی به خورد سگها رفته بود خودم اونجا موندم و دوستم رو فرستادم تا کمک بیاره بعد هم با شما تماس گرفتیم و موضوع رو گزارش دادیم پلیس بعد از ثبت این موضوع سریعا راهی اون نقطه میشه ببینه قضیه چیه تیمی از نیروهای امدادی و پلیس توی محل حادثه حاضر میشن گفته های اهالی حقیقت داشته مشخص نبوده که دقیقا چه اتفاقی افتاده و جنازه متعلق به چه کسیه اما پلیس بررسی های اولیه خودش رو آغاز میکنه جنازه در اثر اینکه در معرض سگای ولگرد قرار گرفته بوده تا حدود کمی متلاشی شده بوده صرافی بوی خیلی بدی هم میداده و مشخص بوده که جسد مدتی میشده که اونجا رها شده پلیس بعد از انجام بررسی های میدانی خودش تلفن همراه این زن رو هم از اون قسمت پیدا میکنه بررسی ها نشون میده که متاسفانه جنازه متعلق به آیلین تلفن ضبط و برای انجام بررسی ها راهی اداره میشه جنازه هم از طریق نیروهای امدادی به پزشکی قانونی منتقل میشه تا بررسی های لازم صورت بگیره پلیس با اهالی محل هم حرف میزنه ببینه آیا از این قضیه اطلاع اطلاعی دارن یا نه شخصی که با پلیس تماس گرفته بوده میگه بعید میدونم که کسی از ماجرا اطلاع داشته باشه چرا که این مسیر بیراهه بوده و هیچ کسی به اینجا رفت و آمد نداشته ما هم برای اینکه سریعتر به جایی که میخوایم برسیم از این راه اومدیم وگرنه از این قضیه با خبر نمیشدیم پلیس اظهارات این افراد رو هم ثبت میکنه و همچنان به تحقیقات خودش ادامه میده مامورا از طریق بررسی تصاویر دوربین های مداربسته و همچنین تلفن خود آیلین که توی محل حادثه پیدا شده بوده موفق میشن تا اطلاعات مهمی رو به دست بیارن پلیس متوجه میشه که این دختر در دو تماس آخرش با خواهرش سارا و پسری به اسم امین حرف زده بوده توی بررسی ها هم معلوم میشه که امین دوست پسر این فرد بوده اما گفتگوهایی که بین اونها شده مشخص نبوده که چی بوده مامورا مشخصات امین رو به دست میارن و توی قدم اول با این فرد حرف میزنن ببینن موضوع دقیقا چی بوده امین اما توی اداره پلیس در حالی که شوکه شده بوده و به شدت گریه میکرده میگه از چیزی خبر نداره خیر سرش اون شب به خواست آیلین به دنبالش رفته بوده که اون رو به خونه خواهرش سارا برسونه امین میگه اولش یکم با ماشین دور زدیم آیلین یکم خسته بود اون مشکل قلبی داشت و هیچ کسی هم از این قضیه خبر نداشت و توی استرس و فشار که قرار می گرفت حالش بد می شود. برای همین هم سعی کردم که آرومش کنم ساعت حدودای نه شب هم من اونو به خونه خواهرش رسوندم و دیگه از اینکه کجا رفته و چه اتفاقی براش افتاده خبر ندارم پلیس اظهارات این پسر رو ثبت میکنه و بررسی ها برای صحت سنجی گفته های اون آغاز میشه از طرفی ممرا خواهر این دختر رو هم به اداره منتقل میکنن و موضوع رو از این فرد هم پیگیر میشن سارا اما توی اداره میگه از موضوعی خبر نداره و نمیدونه که ماجرا چیه و چه اتفاقی هم برای خواهرش افتاده زبان بدن این دختر جوری بوده که پلیس به طور کامل متوجه میشه که اون در حال دروغ گفتن بوده. مامورا موضوع رو که پیگیر میشن متوجه میشن که آیلین اون شب به خونه این دختر رفته بوده اما دیگه از اونجا خارج نشده. رصدهای مخابراتی خط تلفن این دختر همچنین بررسی های محلی که از محل زندگی سارا انجام میشه نشون میده که آیلین هر اتفاقی هم که براش افتاده باشه همونجا رخ داده پلیس توی بررسی ها متوجه رفت و آمد مشکوک این زن و همراه شوهرش توی این چند روز اخیر هم میشه مامورا این شخص رو به عنوان مزنون اصلی پرونده بازداشت میکنن سارا توی اداره پلیس هیچ حرفی نمیزنه و میگه به اشتباه اونجاست مامورا اما همه مدارک و شواهدی که به دست آورده بودن رو علیه این زن بوده سارا توی اظهارات اولیه خودش میگه آیلین به هیچ عنوان به خونه اون نیومده این زن میگه من اون شب با آیلین تماس گرفتم در جریان دوست پسرش بودم به هم گفت که قرار با اون به بیرون بره و برای همین نمیتونه به اونجا بیاد منم دیگه پیگیرش نشدم و هیچ اطلاعی هم ازش ندارم سارا غیر از این حرفها، اما چیز دیگه ای نمیگه تا اینکه همسر این زن توی اداره پلیس حاضر میشه و بعد از اینکه متوجه میشه سارا این حرفا رو زده حرفای عجیبی به مامورا میزنه همسر سارا توی اصاراتی عجیب میگه همسرش دچار مشکلات روانی و اخلاقی متعددیه و همین موضوع هم باعث شده که حالا خواهرش جون خودش رو از دست بده حامد توی اظهارات خودش میگه زنم به لحاظ زن و شوی گرایش های خاصی داره و شدیدن علاقه به این داره که همزمان با من با شخص دیگه هم رابطه داشته باشه من توی این سه ماه اخیر از یک سالی که ازدواج کردیم متوجه موضوع شدم هر بار که با هم رابطه داشتیم مشکلاتی به وجود می اومد اما فکر نمی کردم که زیاد حساس باشه تا اینکه متوجه شدم زنم روابط عجیبی با یکی از دوست داشت داره رفت آمدهاش باهاش مشکوک بود و هر وقت که اون به خونمون می اومد همسرم مجبورم می کرد که از خونه خارج بشم هر وقت هم به خونه می اومدم می دیدم سارا خسته است و یا اصلا حال نداره ازش میپرسیدم که چی شده اما چیزی نمی گفت. داخل هموم رو که چک می کردم می دیدم لباساشو در ورده و انداخته اونجا و لباس جدید پوشیده یه مدتی گذشت تا اینکه خودم با چشمای خودم دیدم که اون کارهای خارج از عرف و اخلاق انجام میده. باهاش درگیر شدم و دیگه اجازه ندادم که دوستش به خونمون بیاد. من زنم رو خیلی دوست دارم و حاضر نبودم به هیچ عنوان از دستش بدم ترسیده بودم نمیدونستم باید چی کار کنم کمی که تحقیق کردم دیدم این رفتار زنم یه جور نیاز یا اختلال تو نیاز جنسیه که باید درمان بشه بعد از اطلاع از موضوع خیلی سعی کردم تا رازیش کنم که قبول کنه و به دکتر بریم اما قبول نمی کرد تا اینکه یه شرط برام گذاشت زندگی سارا برام از هر چیزی مهمتر بود برای همین اجازه دادم تا شرطش رو مطرح کنه گفتنش هم شرماوره اما اون ازم خواست که همزمان با اون و خواهرش رابطه داشته باشم میخواست رابطه یه سه نفره رو با من هم تجربه کنه قسم خورد که اگه این کار رو بکنم قبول میکنه که به دکتر بیاد و درمان بشه منم قبول کردم و اجازه دادم برای یک بار کاری که میخواد رو انجام بده اما ای کاش که اجازه نمیدادم این اتفاق هیچ وقت بیفته اولش فکر کردم که میخواد دوستش رو صدا کنه اما در کمال ناباوری متوجه شدم که میخواد خواهرش رو صدا کنه تازه فهمیده بودم که اون و خواهرش با هم چنین روحیاتی داشتن آیلین وقتی وارد خونه شد سارا چند دقیقه ای باهاش بود بعد هم مشروب خوردن و وقتی که آماده شدن به اتاق رفتن آیلین نمیدونست که منم اونجام و سارا به خاطر همین قضیه سعی داشت تا میتونست اون رو از حالت عادی در بیاره برای همین هم بهش کلی مشروب و قرص خورنده بود وارد اتاق که شدم و متوجه من نشد هنوز باورم نمیشه که من این کار رو انجام دادم متاسفانه ما خبر نداشتیم که آیلین مشکل قلبی داره به همون هم چیزی نگفته بود توی اتاق روی تخت بودیم که دیدم آیلین کلی عرق کرده و نفسش بالا نمیاد نگران شدم اما زنم گفت ادامه بدم و توجهی به موضوع نکنم قضیه جدیتر از این حرفا بود بعد از یکی دو دقیقه دیدم آیلین کلا نفس نمیکشه شوکه شده بودم باورم نمیشد سارا روی اون خوابیده بود و به زور از روش بلند کردم هر چقدر تلاش کردم نفسش بالا بیاد اما فایده ای نداشت خودم هم نفهمیدم علت اصلی اینکه که مرد چی بود اما هم من و هم زنم مونده بودیم که چی کار کنیم کلی دعوا کردیم ولی چه فایده زنم به شدت ترسیده بود به هم گفت که طاقت زندان و مرگ رو نداره من اما تصمیم گرفته بودم که ماجرا رو لو بدم و خودم رو معرفی کنم اما اون مانعم شد بعد هم به خواسته خودش جسد خواهرش رو گذاشتیم داخل یه پتو و با ماشین به اطراف ورداورد بردیم و همونجا رها کردیم بعد هم فرار کردیم پلیس اظهارات این فرد رو ثبت میکنه سارا که میبینه همسرش همه چیز رو گفته اون هم مجبور به اعتراف میشه و میگه دست خودم نیست من علاقه به رابطه گروهی دارم و خیلی سعی کردم این قضیه رو از خودم دور کنم اما نتونستم پزشکی قانونی اما بررسی های خودش رو آغاز کرده بوده و توی آزمایش ها تایید میشه که آیلین قبل از فوت رابطه داشته اما علت اصلی فوت اون فشار بر روی قلبش در اثر مصرف زیاد قرص ترامادول و مشروبات الکلی و به دنبالش ایست قلبی بوده توی بررسی های بیشتر مشخص میشه که قسمت های مختلفی از بدن این دختر به شدت کبود شده بوده پلیس با توجه به این اطلاعات سارا رو به اتهام مباشرت در قتل خواهرش و حامد همسرش رو هم به اتهام معاونت در قتل و رابطه نامشروع با خواهر زنش به بازداشتگاه منتقل می‌کنند. پدر و مادر سارا اما بعد از شنیدن این ماجرا شوکه شده بودند و نمیدونستند که باید چی کار کنند جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه مادر سارا فقط توی دادگاه حاضر بوده و ناچارن از دخترش بابت این جنایتش گذشت میکنه قاضی پرونده هم بعد از شنیدن اظهارات متهمین حامد رو بابت اتهاماتش به 7 سال حبس و 99 ضربه شلاق و سارا رو بابت اتهاماتش فقط به لحاظ جنبه عمومی جرم از اونجایی که پدر و مادرش ازش گذشت کرده بودن و سایر اتهاماتش به ده سال حبس محکوم میکنه خیلی خوشحالم که تا اینجای پرونده همراه من بودید امیدوارم تونسته باشم پرونده رو به بهترین وجه ممکن براتون روایت کرده باشم همچنین پیشنهاد میکنم این پرونده رو که مربوط به آخرین جزئیات رابطه سه نفره زن و شوهری با خواهرشون هست که این وسط یه نفر میمیره رو تماشا بفرمایید